برادران و عزیز بگرامی السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم در هر جایی که هستید خوب و سعادتمند و کامیاب باشید آیا میدانید چرا ما از عباداتمان لذت نمیبریم و در وقت انجام عبادات خسته میشویم این سوالی است که بسیار از عزیزان پرسان میکنند ما از نمازمان از روزهمان از طلاوتمان از حجمان لذت نمیبریم اونطوری که باید به اصطلاح برای ما خوشحال کننده باشد اما نیست آیا میدانید دلیل چیست با این پنج نکته توجه بکنید اول چون معنا به اصطلاح و مفهوم عبادت را نمیدانیم در نتیجه از عبادتمان لذت نمیبریم اگر کسی به معنای واقعی بفهمد لحظه که در نماز استاد میشود شود میگوید الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک استعین اگر بداند که واقعا چی میگوید لذت میبرد ولی چون نمیدانیم معنا به مفهوم عبادات را نمیفهمیم بسیار از ما اول است که لذت نمیبریم شما فقط تجربه بکنید تنها سوره هایی که در نماز میخوانید بشنوید از طریق تفسیر و اصطلاح از طریق ترجمه قرآن یاد بگیرید معنا به مفهوم میشه وقتی میگه التحیات لله یعنی چی وقتی میگه سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا یعنی چی او زمان متوجه میشه که مشکل در کجا بوده دوم دلیلی که ما چرا از عباداتمان لذت نمیبریم به خاطر اینکه عظمت الله سبحانه و تعالی را به معنای واقعی درک نکردیم اگر یک انسان درک بکند که در محضر چی کسی ایستاد است با چی کسی راز و نیاز میکند مطمئن باشید لذت میبرد اگر از ما شما پرسان بشه که میخواهید با اسرا و اول قدرت دنیا صحبت بکنید لحظاتی میگی بلی 100 درصد و اگر ساعت ها هم با او بنشینید به روزها و شب ها با او صحبت بکنید شاید برایتان خسته تمام نشه و فخر میکنید که بلی با فلان اول قدرت دنیا صحبت کردم چطور تو در محضر رب العالمین استاد میشی و در حالی که با او صحبت میکنی با او راز نیاز میکنی ولی از عبادت لذت نمیبری چون معنایش این است که جایگاه و عظمت الله سبحانه و تعالی را به معنای واقعی درک نکردیم اگر انسان یک لحظه پیش خود بنشیند و فکر بکند تو بنده کی هستی در محضر کی ایستاد میشه او کسی است که بر همه چیز قدرت داره بر همه چیز علم داره همه در اختیار و فرمان او میچرخد او کسی است که اگر بخواهد در یک آن واحد کل هستی را از او و او رو میکند این دلیل دوم است که ما از لذت نمیبریم سوم عبادات را درست انجام نمیدهیم آدم یک کاری که درست انجام ندهد خوش نمیشود یک برنا یا یک برنا وقتی یک تعمیر یک ساختمان را جور میکند اگر در کارش دقل بازی باشد اگر در کارش خیانت باشد کارش درست انجام ندهد نه برای کسی که این تعمیر ساخته میشه لذت داره نه خودش از او کارش لذت میبره. زمانی لذت میبرد از کارش خوشحال میشود که کارش را درست و منظم انجام ما من یک مثال برایتان ما و شما بسیار نماز میخوانیم اما نمیفهمیم که چی میخوانیم نمیدانیم در اخیر نماز وقت سلام میدهیم نمیداریم حتی کدام سوره را در رکعت اول یا رکعت دوم خوانیم نمازی که درش سجده معلوم نباشه رکوع معلوم نباشه قیام و معلوم نباشه. نباشه به اصطلاح چطور لذت داشته باش در حالی که اصحاب رسول الله هم نماز میخواندن ما هم میخوانیم اونا وقتی در نماز استاد میشوند پرنده در روی شانه میاد مینشیند و در کارشان آنقدر صادقانه هستند آنقدر صادقانه هستند نقل است که در وجود حضرت علی رضی الله تعالی یک پرزه رفته بود به در میدان جنگ گفتن چی زمانی را باید از وجودش خارج بکنیم از جسمش گفتن لحظه‌ای که در نماز استاد میشه چون آنقدر به نمازش توجه داره به کارش که دیگه از همه چیز به اصطلاح قطع میکنه پس اگر عبادات درست انجام بدید اسلام میگه در صدقه دادن ریا نکو ما ریاکاری نیم شهرت نکو ما شهرت طلبی میکنیم نمازیت درست قیام و رکوع سجده ایش درست انجام بدید ما نمیدهیم به حج به خاطر خدا برو به خاطر حاجی گفتن میرویم خب مشکل داره وقتی عبادات درست انجام ندهید چطور لذت ببرید از اون به چهارمین دلیلی که به سلام ما چرا از عبادات ما لذت نمیبریم حضور قلب نیست وقتی در محضر رب العالمین استاد میشید کوشش بکنید که رابطه بینی خالق و مخلوق را تنظیم بکنید در زبان تسبیح و در دل سیم و زر یا گاب و خر. این چنین تسبیح کی دارد اثر تو در زبانت بر رس کرده گفته روان باشی ولی قلبت به دیگه جا فکرت به دیگه جا خب چطور تو لذت میبری تو تلاشی تا بکن شاید بسیار از عزیزان میگن که ما به اصطلاح نمیتوانیم او حضور قلب را داشته باشیم ما به قدر توانمان مسئولیت داریم تو تلاش تا بکن زحمتی تا بکش به همون اندازه‌ای که توانداری به اصطلاح حضور قلب داشته باشی الله قبول میکنه به خودت هم لذت میبری از نماز و پنجم آخرین دلیلی که ما چرا از عباداتمون لذت نمیبریم چون اهمیت عبادات رو نمیدانیم وقتی آدم اهمیت یک کار رو نفهمه به اصطلاح ازش لذت نمیبره تو اگر بدانی که نمی نمازی که خودت میخوانی امر کی هست خالق زمین و آسمان برات دستور داده با ذوق و شوق میای نماز میخوان اگر یک کسی برات خبر بیاره بگن رئیس جمهور برات یک پیام داده یک امر کرده گفته برو در فلان جا فلان کار انجام بدی نه تنها که به اصطلاح اقدام میکنی بلکه فریاد زده با دوستا و رفقایت همه رو در جریان میگذاری خبر داری جناب جلالت ماب رئیس جمهور برای دستور داده برو فلان جا فلان کار انجام بده چطور است که خالق زمین و آسمان برات دستور میده دروغ نگو تو دروغ میگی خیانت نکو خیانت میکن. کنی. وفا و عهد و پیمان داشته باش تو خلاف وعده عمل میکنی مردم آزاری نکن تو مردم آزاری میکنی آبرو به عزت مردم رو حفظ بکن تو آبرو عزتشان را پایمال میکنی خون مردم رو نریزان تو خون مردم به ناحق ریختنده روان است ظلم نکن تو ظلم و تعدی و جفا میکنی خالق زمین و آسمان برید دستور داده که روزه بگیر نماز بخوان تو اگر به این نکته متوجه بشی اهمیت عبادت را درک میکنی به معنای واقعی واقعا این قضیه گپ مهم بوده که پروردگارم بریم دستور داده بنان پس پنج دلیلی که ما از عبادتمان لذت نمیبریم همیست اول جایگاه و عظمت الله را درک نمیکنیم به معنای واقعی الله را نشناختیم دومش معنا و مفهوم عبادات را نمیدانیم سومش عبادات درست انجام نمیدهیم چهارمش حضور قلب نیست رابطه بین خالق و مخلوق وجود نداره وقتی که تو عبادت میکنی تو جای نماز است قهر هستی پینکش تور شد با کسی دعوا در جای نماز عبادت پنجمش اهمیت عبادات را نمیدانیم انسان زمان قدر یک چیز می دانه برش ارزش قائل میشه که همو زمانی پیش انسان یک چیز ارزش داره که اهمیتش بدانه جایگاهش بنابراین این پنج دلیلی که ما از عباداتمان چرا لذت نمیبریم موفق و مایت باشیم